جنگ گورکا در رأس حاکمیت آخوندی، نگرانی ولی فقیه ارتجاع از تلاش رفسنجانی برای بازگشت به نمایش جمعه، کیهان خامنه ای: هاشمی در آخرین خطبه های نماز جمعه با فتنه‌گرانی که برای براندازی اصل جمهوری اسلامی خیز برداشته بودند همراهی کرد. کیهان ارگان ولی فقیه ارتجاع نوشت: دل مجاهدین برای آخرین نماز جمعه هاشمی تنگ شد. آخرین خطبه های نماز جمعه هاشمی که 4 سال پیش ایراد شد به مستمسکی برای خودنمایی فتنه‌گران و عناصر آشوب طلب و سردادن شعارهای ضد انقلابی تبدیل شد. همراهی هاشمی با فتنه‌گرانی که برای براندازی اصل جمهوری اسلامی خیز برداشته بودند کام نمازگزاران را تلخ کرد. جفای آن روز هاشمی 4 سال بعد هنگامی آشکارتر شد که هاشمی انتخاب رئیس جمهور جدید با تنها 270,000 رأی بیشتر از 50% آرا را نشانه سلامت دموکراسی در ایران توصیف کرد. در واقع به اذعان هاشمی ادعای تقلب دروغ بود، چرا که اگر می توان 11 میلیون رأی تقلب کرد، جابجایی 270,000 رأی به طریق اولا هیچ سختی نداشت. با این وصف جای 1 سوال باقی است و آن اینکه خطیب جمعه 26 تیر 1388 آیا از سر انصاف و عدالت سخن گفت یا از سر بی انصافی و هیجان، بازیچه گروهک های قسم خورده ضد انقلاب واقع شد. کت خدایی معاون شورای نگهبان ارتجاع: آقای لاریجانی سختشان بود به هاشمی رفسنجانی بگویند انصراف بدهند. هاشمی هم پاسخ داد: اشکالی ندارد، من می ایستم. کت خدایی: در شورای نگهبان روحانی رئیس جمهور جدید هم رأی نداشت و با وساطت جنتی و جمع‌آوری رأی تایید صلاحیت شد. کت خدایی معاون اجرایی شورای نگهبان ارتجاع که تا چندی پیش سخنگوی این نهاد بود، در مصاحبه با روزنامه حکومتی شرق به ماجرای رد صلاحیت رفسنجانی پرداخت و گفت: درباره آقای هاشمی وقتی رأی گیری شد ایشان رأی لازم را نداشت. فقهای شورای نگهبان به ویژه دبیر شورا حضرت آیت الله جنتی گفتند که بهتر است برخی آقایان بزرگان با ایشان ملاقاتی داشته باشند و بگویند با توجه به این رأی بعد گلایه‌ای نکنند که چرا به ما نگفتید. من تلفن زدم به آقای لاریجانی، ایشان اول مقداری سختشان بود اما بعد پذیرفتند و گفتند امشب روزه دارند، فردا صحبت می کنند. آقای روحانی را نیز زنگ زدم، گفتند آیا دود سفیدی از شورای نگهبان بلند شده است؟ گفتم سفید و سیاه است. ابتدا گفتم تبریک میگویم که شما رأی لازم را آوردید و آقایان اعتماد کردند، و نکته دوم در رابطه با آقای هاشمی است که رأی لازم را نداشتند و نظر آقایان این است که با ایشان صحبتی شود که اگر مایل هستند انصراف دهند. ایشان هم تعجب کردند، هم گفتند برویم با بقیه آقایان صحبت کنیم که شاید نظر عوض شود. من به آقای روحانی اعلام کردم که دیگر امیدی به رأی گیری نیست و همین یک بار رأی گیری شده است و آقایان نظرشان این است که این پیام به آقای هاشمی منتقل شود. فردا دکتر لاریجانی بعد از ملاقات با آقای هاشمی نتیجه را به دبیر شورای نگهبان گفتند، با این عنوان که آقای هاشمی نپذیرفتند و گفتند اشکالی ندارد، من می ایستم. بعد هم همین گفته را آقای لاریجانی تلفنی به من گفتند. آقای روحانی هم همین خبر را بعداً تلفنی به من گفتند. کت خدایی در پاسخ به سؤالی حول نقش آخوند مصلحی وزیر اطلاعات آخوندی گفت: اگر وزیر هم نمی آمد همین تعداد رأی به رفسنجانی داده می شد، چون یک تحلیلی بود از شرایط ایران و آقایان هم سؤالاتی داشتند از ایشان مصلحی پرسیدند.
وی شرط سنی را که در مورد رفسنجانی مطرح شده بود رد کرد و گفت در مجموع در توانایی ها بحث شد که ریاست جمهوری دوندگی هایی نیاز دارد. مثلا الان احمدی نژاد را دارید که هر لحظه یک جاییست. منظورم این است که با این گستردگی کار فرد چابکی را می خواهید که مدیریت فعالی را داشته باشد. خبرنگار این حرف کت خدایی را به سخره می گیرد و سوال می کند یعنی مثلا اگر آقای هاشمی وزن کمتری داشتند و کمی چابکتر بودند پس احتمالاً رأی می آوردند؟ کت خدایی می گوید نه، منظور ما بحث توانایی به طور کلی بود. اما ملاحظه فرمایید هاشمی رئیس مجمع تشخیص مصلحت هستند و دو هفته یک بار چند ساعتی جلسه ای هست. کسی هم ایرادی نگرفته است، اما ریاست جمهوری فرق دارد. کت خدایی در پاسخ به این سوال که آیا شورای نگهبان هم یک جور مهندسی درونی برای خودش دارد گفت رئیس جمهور جدید هم با ارفاق و مهندسی آخوند جنتی قبول شده است. وی در این باره تصریح کرد شاید نسبت به دو نفر که اگر اسم ببرم برای شما خیلی مهم است کار با وساطت دبیر شورای نگهبان انجام شد، یعنی اگر بر همان روال سابق بود رأی لازم را نداشت. اما دبیر شورای نگهبان گفت من هم شناخت دارم از اینها و با یکی دو نفر صحبت کردند، آنها هم آمدند رأی مثبت خودشان را اعلام کردند. کت خدایی افسود می ترسم اگر نام آنها را ببرم در کشور زلزله شود. یکی آقای روحانی که ابتدا 5 رأی داشتند و بعد روی 6 رأی ثابت ماندند. آقای جنتی رایزنی کردند و دکتر عارف که 5 رأی داشتند، آقای جنتی گفتند من ایشان را می شناسم و به ایشان رأی بدهید. کیهان ارگان ولی فقیه ارتجاع. انگلیس و اروپا آب پاکی را روی دست مدعیان اصلاح طلبی ریختند و به لب و لوچه آویزان آنها بی محلی کردند. کیهان خامنه‌ای در گزارش دیگری تحت عنوان بی محلی انگلیسی ها به لب و لوچه آویزان اصلاح طلبان نوشت مقامات انگلیسی و اروپایی آب پاکی را روی دست جریان سیاسی رسانه‌ای غرب زده در ایران ریختند، در حالی که روزنامه‌های زنجیره‌ای آنها با دستمایه قرار دادن اظهارات جک استرا وزیر خارجه اسبق انگلیس چنین القا می‌کردند که مقامات انگلیسی مایل به حضور در مراسم تحلیف روحانی هستند. گاردین و لوموند اعلام کردند هیچ مقام انگلیسی و اروپایی در این مراسم شرکت نخواهد کرد. لومون نوشت کشورهای عضو اتحادیه اروپا دعوت از مراسم تحلیف رئیس جمهور ایران را به سردی استقبال کردند. مشاور رئیس جمهور جدید رژیم روحانی یک ویرانه اقتصادی را تحویل می‌گیرد. اتحادیه اروپا ارتباط با ایران را در سطح پایینی قرار داده است. مرتضی بانک مشاور آخوند روحانی و از وزرای سابق رژیم با اذعان به انزوای فزاینده رژیم آخوندی در صحنه بین المللی ایران تحت حاکمیت ولی فقیه ارتجاع را یک ویرانه اقتصادی خواند و گفت کار به آنجا رسید که سفرای ما در سطح رئیس اداره یا اداره کل با کشورهای اروپایی ارتباط داشتند. اتحادیه اروپا ارتباط با ایران را در سطح پایینی قرار داده بود و سفرا با مقامات عالی ارتباط نداشتند. مراسم خارجی ما بدون خارجی ها برگزار می شد و افتخار ما این بود که به سفرهای خارجی می رفتیم و در سمینارهای بین المللی حضور می یافتیم بدون آنکه دیدارهای دو جانبه مهمی در آنها داشته باشیم. دولت نهم و دهم با بیشترین درآمدهای نفتی کشور را با تولید 2,200,000 بشکه تحویل می دهد، در حالی که عملاً در حدود 1,000,000 بشکه در روز صادر می شود و باید همه تلاش کنند تا این ویرانه اقتصادی احیا و بازسازی شود.